گفتم از نظر شما این پرچم مقدس تر است یا اسلام مقدس تره؟ گفت این پرچم. وقتی گفت از این پرچم، من پا شدم و به دوستانم گفتم اینجا رو میگیرید، نارم بیرون میکنید. تنها یک ماه پس از کنارگیری محمد یزدی از عضویت در شورای نگهبان، روز چهارشنبه خبر مرگ او بر اثر بیماری منتشر شد. خبر درگذشت یزدی، بیت خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را ظاهرا دستپاچه کرده. چند روزی است که اخبار تایید نشده ای درباره وخامت حال خامنه ای منتشر شده و بیت خامنه ای برای آنکه اثبات کند این اخبار شایعه ای بیش نیست، به سرعت پیام تسلیتی را به همین مناسبت به نام و امضای خامنه ای منتشر کرد. اما این پیام حاوی گاف بزرگ و وحشتناکی بود. در پیام خامنه ای آمده درگذشت عالم مجاهد و پارسا آیت الله آقای حاج شیخ محمد یزدی رضوان الله علیه را به حوزه علمیه معظم قم و مراجع عظام و علمای عالی مقام و جامعه محترم مدرسین و به شاگردان و دوستان و ارادتمندان آن مرحوم و به طور ویژه به خاندان گرامی و همسر و فرزندان مکرم ایشان تسلیت عرض می کنم. البته مشکل اینجاست که همسر آیت الله یزدی یک سال پیش فوت کرد و خبر آن را تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی هم منتشر کردند. بعید است که خامنه ای مرگ همسر یکی از نزدیکانش را فراموش کرده باشد و به اشتباه در متن پیامش از او نام برده باشد. بر همین اساس میتوان حد زد که پیام تسلیت توسط بیت خامنه ای صادر شده و نه خود او، و از همین امر هم میتوان نتیجه گرفت که احتمالاً خبر وخامت حال خامنه ای واقعی و جدی است. البته لحظاتی بعد از انتشار خبر تسلیت، بیت خامنه ای به گاف بزرگ خود پی برد و آن را تصحیح کرد و در نسخه جدید دیگر نامی از همسر برده نشده. شورای نگهبان هم ناظر انتخاباته. نظارت شورای نگهبان هم نظارت استصوابیه، نه نظارت تماشایی. اما محمد یزدی که بود؟ محمد یزدی یکی از بانفوذترین روحانیون در جمهوری اسلامی و از نزدیکان خامنه ای بود. فردی به شدت تندرو و افراطی با روحیات طالبانی. شخصیت طالبانی یزدی حتی در زندگی شخصیش هم نمود داشت. او برای دخترش که به بیماری سر دچار بوده آرزوی مرگ می کرده، چرا که دخترش گاهی در خیابان به زمین می افتاد و مایه شرمساری او بوده. یزدی در خاطراتش نوشته حتی وقتی به حج رفته اولین تقاضایش از خدا مرگ دخترش بوده، چون به گفته او دختر ناموس امام زمان است و درست نیست که در خیابان در مقابل چشم رهگذران بیفتد. یزدی گفته پس از بازگشت به خانه متوجه شده دخترش فوت کرده. باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. گفته می شود محمد یزدی در ابتدا خامنه ای را برای رهبری مناسب نمی دانست و بر این باور بود که خامنه ای صلاحیت فقهی لازم را ندارد. اما او در یک چرخش 180 درجه ای برای حفظ منافع و موقعیتش در حکومت به یکی از حامیان اصلی خامنه ای تبدیل شد. من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. یزدی نخستین فردی بود که برای خامنه‌ای که تا پیش از رهبریش به درجه حجت الاسلامی رسیده بود یک شبه مجوز مرجعیت صادر کرد و به او درجه آیت الله داد تا راه را برای بسط قدرتش در کشور هموار کند. جالب اینجاست که به گفته صادق لاریجانی محمد یزدی نه سواد حوزوی و دینی درست و حسابی داشت و نه از نظر فکری و ذهنی در وضعیت مناسبی به سر می برد. صادق لاریجانی در نامه‌ای به خامنه‌ای که روح الله زم در آمد نیوز افشا کرد، تهدید کرده بود که در صورت ادامه فشارها و حملات به او به عراق مهاجرت خواهد کرد. آیت الله یزدی در واکنش به این خبر خطاب به لاریجانی گفته بود شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود، چه رسد که نجف بروید. صادق لاریجانی در نامه‌ای که توسط رسانه‌های داخل ایران منتشر شد با خشم و عصبانیت نوشت: جناب یزدی، بنده طلبه‌ای بیش نیستم و هیچگاه ادعا نکردم که وجودم چه در قم و چه در هر جای دیگری خیلی موثر است. گرچه شخصیت‌هایی همچون مقام معظم رهبری و برخی مراجع بزرگوار بارها و بارها در مورد این فقیر کلماتی به کار بردند که از نقل آنها صرف نظر می‌کنم، چون خود را لایق آنها نمی‌دانم. تأثیر بنده همین است که هست. سالیانی برای عده‌ای در حوزه و دانشگاه تدریس کردم. آثاری را هم پدید آوردم. میزان تأثیر آن هم در حد خود نه با خواست بنده بیشتر می شود و نه با توهین و تحقیر شما کمتر. اما شما در عرصه تحقیق و پژوهش‌های علمی چه کرده اید؟
آیا جز با صدای بلند و داد و قال به مسئولین و بزرگان توهین کردن و افترا زدن و تحقیر کردن کار دیگری هم کرده اید؟ شما با آیت الله شبیری چه کرده اید؟ با مرجعی که آیتی است در علم و تقوا و اخلاق و متانت و مروت و انصاف و بزرگواری. آخر چرا به خودتان اجازه می دهید به همه توهین کنید؟ هیچ بررسی کرده اید که علما و فضلا در قم به آثار شما و به گفته های شما چگونه نگاه می کنند؟ چقدر آنها را جدی می گیرند؟ کافی است کسی نیم نگاهی به مکتوبات شما بیندازد تا میزان اثر شما در حوزه معلوم شود و معلوم شود حد تحصیلات جناب عالی و استفراغ وسعتان در باب استنباط احکام چقدر است. صادق لاریجانی مثالی هم از آثار یزدی در زمینه مسائل فقهی آورده و گفته بود کاش یزدی به جای تفسیر تنها ترجمه کرده بود، چرا که تفسیرش سرتاپا غلط و افتضاح بوده. لاریجانی در ادامه گفته بود یزدی همیشه در جلسات شورای نگهبان در عالم هپروت است و به مطالب مطرح شده با دقت گوش نمی‌دهد و وسط یک بحث جدید با هیجان درباره موضوعات قبلی صحبت می‌کند. اما آیت الله یزدی با اراذل و اوباش هم روابط خوبی داشت و از آنها برای سرکوب مخالفان و منتقدان حکومت به ویژه منتقدان رهبر استفاده می‌کرد. یکی از سرکردگان اراذل و اوباش که با محمد یزدی رابطه نزدیکی داشته فردی است به نام حاج غلام ساکن قم. و اون موقع ما موقعیتی داشتیم در قم که در ظرف 24 ساعت با اینا برخورد شدید کردیم که محل رو ازشون گرفتیم. خدا رحمت کنه حاج غلام رو، شاید انقلابیان و انقلابی های قم یادشون میاد. حاج غلام بود و چند نفر دوستان دیگری که اصلا قم رو دست رو دست ما میچرخید. محمد یزدی در کتاب خاطراتش میگوید حاج غلام شخص قوی و تنومندی بود که خیلی ها از او میترسیدند و سرش درد میکرد برای کارهای بزن بهادری. هر وقت در جایی به بنبست کشیده میشد و تکلیف احساس میکردیم به حاج غلام متوسل میشدیم. از جمله مأموریت های اراذل و اوباش نزدیک به محمد یزدی حمله به منزل و دفتر مراجع تقلید منتقد خامنه ای بود. از جمله این مراجع آیت الله منتظری و آذری قمی بودند که اوباش به دستور یزدی به منزل و دفترشان حمله می کردند. خامنه ای به اهمیت افرادی مانند آیت الله یزدی برای ادامه اقتدار و حکومتش به خوبی واقف بود. بر همین اساس هم سال 94 هنگامی که یزدی در انتخابات مجلس خبرگان رأی نیاورد، خامنه ای در یک سخنرانی این اتفاق را خسارتی برای مجلس خبرگان خواند. در همه انتخابات ها بعضی رأی میارن بعضی رأی نمیارن، علل گوناگونی هم دارد. البته بعضی از بزرگان ما هستند که اینها رأی آوردن و نیاوردنشون هیچ مساسی به شخصیت اینها پیدا نمیکنه. بعضی هستند که مجلس خبرگان از حضور اونها بهره مند میشود، نه اونها از حضور در مجلس خبرگان. امثال جناب آقای یزدی یا جناب آقای مصباح، اینها کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشند مجلس وزانت بیشتری پیدا میکن. نبودن اینها در مجلس خبرگان به اینها هیچ گونه ضرری نمیزنه. بله، برای مجلس خبرگان این خسارت است نبودن اینها. اما حمایت بیچون و چرای یزدی از خامنه‌ای بی مزد و رایگان هم نبود. طبق افشاگری های عباس پالیزدار از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، نام آیت الله محمد یزدی در چندین پرونده فساد مالی و رانتخاری های میلیاردی از جمله تصاحب کارخانه لاستیک دنا به چشم می‌خورد. اصلا صحبتی که وقتی جلوتر دیدیم که یه دانشکده که رفته از مقام نظر احرامی اجازه شو گرفتن که برای خواهرها و دانشگاه اونو قضایی میخوام بزنید تو قوم و چیز خوبیه خواهرها اونو قضا حضور بشه بشن اگر متهمی از خواهر بردن خواهر مثل باش باش جویشون رو باز باید حتی اینطوره خود تو نظر آقای یه بطنی این دانشگاه تحصیل بشه آقا مصدقا کردن و گم دانشگاه پس مجبز سلوی دانشگاه پس روشو دارد مؤسسین ایمانی شده پیدا فاصله با اون گرفتن اون مجرد زفتن به من ساپورتن مالیش جنب آمانی قدزاده محبت فرمایی با جهت حمایت از تأسیس این دانشکده کارخانه لاستیک که بنا را سرشناسی روی جهت این دانشکده دو دن پاشنسی این مزدود پاشنسی رسمی دادگستری که خب
از اون عامل میشه در واقع صاحبان مؤسسین این دانشگاه خودشون رو نامگذاری کرده بودن، چون این دستگاه قضا دخیل بودن در پاشاسی رسول در روسری هم میترسید این قیمتی بزنن که مثلا بینو هر بخور قدم هم قیمتی میزنن که خوشمار رو بناشه زدن سنی 26 میلیار در صورت که ما متعددیم 600 میلیار هم مورد دارم تازه سر 26 میلیار چیا رو توش نزدن؟ بیره هاش رو تو شما رو نزدن اصلا تو آمان نهی بردن زمین های شیوازش رو تو آمان نهی بردن با وقتش رو انا صورتی پول نقد داخل حسابشون رو تو بانک تو آمان نهی بردن سر 26 میلیار رو دارم بزرگی خب این که مثلا مثلا اصلا ماسی که من ما نوعی نزدی بود و محمد یزدی و آقای محمد علی شرعی نمانده از خبران استان قوم یه از این نیست قانون غذاییه در زمان تصدی خودش مجددن آقای یزدی برده بگیرسه که آجل باقی فروزش حمید من بیکار است تحصیل که اتفاق سرمایی که از جنگل های شما جهت صادرات چوب بر من میاد آقای حمید آقای یزدی به سر آقای یزدی بود این کلی رو بوده یزدی بوده از این اون وقت و جنگل های شما رو تاراج بودن درفتن